آقای تمیزکار، در طول اعتراضات به گواهی بسیاری بر اساس گزارش‌های نیروی انتظامی جرایم به طرز فزاینده‌ای کاهش پیدا کرد و شواهد حکایت از استفاده نیروی انتظامی از این اراذل اوباش در سرکوب مردم داره. به علاوه بعدها یکی از سرداران سپاه هم که در سوریه کشته شد تایید کرد که نیروهای انتظامی در سال 88 و بعد از اون از اوباش در سرکوب مردم استفاده کردن. اینکه در حال حاضر حکومت هیچ برخوردی با این موج فزاینده زورگیری انجام نمیده، آیا دلیل خاصی داره؟ عرض ادب و احترام خدمت شما. عرض به حضور شما که متاسفانه به خاطر اقتصاد خرابی که به واسطه جمهوری اسلامی برای تک تک هموطنانمون پیش اومده، ما داریم شاهد این هستیم که جرائم خشن روز به روز بیشتر میشه. ولی ما در سازمان‌های امنیتی، حالا بهتر بگم ضد امنیتی، این افراد شرور رو ازشون استفاده می‌کنن، در لایه‌های سطح 1 و 2 و 3 ازشون استفاده می‌کنن. همونطور که سردار همدانی گفته بودن، بله متأسفانه از اراذل اوباش استفاده می‌کنن برای سرکوب هموطنان ما در قیام ها و عرض به حضور شما این استفاده از سرکوب ها، سرکوبگرها در بخش های امنیتی باعث شده که امنیت شهروندان به مراتب کمتر و کمتر بشه. ما در روزهای گذشته فیلم هایی رو دیدیم، حالا چه در ماهای گذشته پخش شده بود چه در روزهای گذشته، که یکی از اراذل اوباش مقابل یکی از سردارهای نیروی انتظامی داره میگه که بله اگر من رو 100 بار دیگه هم دستگیر کنید، باز هم مجبور هستم برای اینکه معیشت خانواده‌ام رو تأمین کنم دزدی کنم. ولی خب چون اولویت جمهوری اسلامی سرکوب هموطنان هست، مبارزه با بدحجابی هست، متاسفانه اونطور که باید و شاید به این امر مهم نمی پردازن که چه بسا بعدها همکارای بنده یا دوستانی که صحبت می کنن با ما متهم رو می گیرن، متهم زودتر از پلیس، از خود اون نهاد قضایی و امنیتی زودتر از پلیس خارج می شه. اتفاقا به نکته مهمی اشاره کردین، چون بارها و بارها دیده شده که در مورد یک حجاب، یا حتی ویدیویی که دیروز پیروز پخش شد، یک آقا به خاطر اینکه یک شلوارک پوشیده بود مورد ضرب و شتم قرار میگیره، ولی اون طرف این موارد هستش. یه موقعی هم ادعا میکردن که در واقع خلافکارا و اراذل اوباش رو میگرفتن در خیابون میچرخوندن، ولی الان میبینیم که هیچ اقدامی انجام نمیده. اما این بحث رو همینجا نگه داریم، یه ویدیو هست ببینیم، برمیگردیم در موردش. باز من سوال دارم میخوام از شما بپرسم. مثلا میخواد بره دزدی، از آن ساعت 6 بعد از ظهره، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نماز تو بخون بعد برو دزدی. یک اشتباهی که تو جامعه ما هست، فکر میکنن که نماز برای ما مذهبی هاست، نماز برای همه بنده های خداست. بعد یکیشون خب با ما رفیقن دیگه، به من میگفت که این چه فایده ای داره. گفتم دزدی که به احترام خدا نیم ساعت دزدیشو بندازه عقب، یه روزی عاقبت بخیر میشه. حالا ببارد که ایشون اعتراف میکنه که یکی از این دوستا با ایشون رفیق بوده، اما خب این نوع سخنان روحانیون در واقع تاییدیه بر زورگیری و دزدی و مباح دونستن این نوع کارها. این اظهار نظر چه تأثیری بر فعالیت نیروی انتظامی برای جلوگیری از دزدی یا تسلیم کردن دزدان به دست عدالت داره؟ از به حضور شما که نگاه کنین، عمده جذب نیروهای همچن اراذل اوباش در بسیج و سپاه هست، که حالا یک سری در خصوصش بخوایم تحقیق کنید، میبینید که اصلا هیچ گونه گزینش درستی ندارن. یعنی افراد با داشتن سوی سابقه وارد این نهاد بسیج و سپاه میشن و در مراتب به مراتب در اعتراضات همون نیروها برای سرکوب مردم استفاده میشن. اینها رو عقیدتی مورد شستشوی فکری قرار میدن و در زمانی که نیاز هست از همین نیروهای اراذل اوباش استفاده میکنن. و متاسفانه ما گاهن دیدیم که خیلی از نیروهای پلیس با همین افراد اراذل اوباش درگیر میشن، ولی به خاطر اینکه اینها سابقه بسیج و سپاه دارن خیلی راحت آزاد میشن و حتی از اون مامور شکایت میکنن.
ولی خب متاسفانه در یکی دو سال اخیر به خاطر سرکوب‌هایی که نیروهای پلیس، انتظامی و لباس شخصی ها انجام دادن، دیگه مردم به نیروهای انتظامی اعتمادی ندارن و این باعث شده که هم دولت نیروهای انتظامی رو رها کنه و هم مردم نیروی انتظامی رو رها کنن و نتونن یک کار مفیدی در خصوص برخورد با این جرائم خشن انجام بدن. آیه تمیزکار، شما خودتون از کادر پیشین پلیس و نیروی انتظامی بودین، حالا دولت که هیچ کاری انجام نمیده، وضعیت هم که هر روز داره بدتر میشه، شما توصیه‌تون برای مردم چی هست که خودشون در این مواقع محافظت کنن، چی کار باید بکنن؟ تا زمانی که جمهوری اسلامی روی کار هست ما نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که به چیزی اصلاح بشه یا درست بشه. روز به روز بدتر خواهد شد، بهتر نخواهد شد، ولی هموطنان ما میتونن پرهیز کنن از همراه بردن اقلام تزئینی گران یا عرض به حضور شما اگر داخل خیابان از گوشی هوشمند استفاده میکنن سعی کنن که حتما گوشی تلفن رو جوری نگه دارن که از دید عموم خارج باشه. داخل خودرو که می نشینن حتما درهای خودرو رو قفل کنن. متاسفانه ما قانون درستی در کشورمون نداریم، حتی اگر دزد وارد منزل شما بشه و شما بخواید از در برابر اون دزد از خودتون دفاع کنید به مراتب در مراجع قضایی محکوم میشید. و باز هم میگم ما راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی نداریم. سپاسگزارم از شما رضا نجار تمیزکار از کادر پیشین نیروی انتظامی و پلیس از آلمان.